برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. مقامات قزاقستان امروز شنبه اعلام کردند که در پی وقوع آتش سوزی در معدنی در این کشور دست کم 16 نفر جان خود را از دست دادند. این معدن در منطقه قراقندی قزاقستان قرار دارد و جستجوها برای یافتن 31 کارگر معدن دیگر نیز همچنان ادامه دارد. 205 کارگر از 252 کارگری که در این معدن کار می کردند به سطح زمین آورده شدند. همچنین از این تعداد 18 نفر هم تحت درمان هستند. تلاش های امدادی در محل وقوع این حادثه ادامه دارد. دومی مجمع جهانی کسب و کار حلال برزیل GHB در حالی به پایان رسید که فضای مناسبی را برای فعالان بین المللی صنعت حلال با هدف گسترش و رشد بخش های مختلف این صنعت به وجود آورد. این مجمع که 23 تا 24 اکتبر برابر با اول و دوم آبان ماه در شهر ساوپالوی برزیل برگزار شد، میزبان فعالان و کارشناسان مختلفی از برزیل و سایر کشورهای جهان بود. فرشته فزونی رئیس گروه تغذیه و امور دارویی معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ایران گفت مصرف کنندگان نوشابه های گازدار بیشتر در معرض کمبود کلسیم و پوکی استخوان هستند. وی به مناسبت هفته آگاهی از پوکی استخوان با اشاره به نقش بسیار مهم تغذیه مناسب در پیشگیری از این بیماری گفت پوکی استخوان بیماری شایعی است که با خطر شکستگی های خود به خودی استخوان ها همراه است. به گفته او اگر فعالیت بدنی فرد کم یا رژیم غذایی وی نامناسب و حامی مقدار کمی کلسیم باشد به تدریج کلسیم استخوان‌ها کاهش یافته و شکننده می‌شوند. پژوهشگران یک آزمایش خون سریع و ساده ابداع کردند که همراه با روش‌های تشخیصی موجود تشخیص اختلال دو قطبی را بهبود می‌بخشد. این آزمایش می‌تواند اطمینان حاصل کند که افراد مبتلا به اختلال دو قطبی درمان درست را دریافت می‌کنند و اهداف داروی بالقوه را تشخیص می‌دهند. پژوهشگران دانشگاه کمبریج برای تشخیص دقیق‌تر اختلال دو قطبی یک آزمایش خون را برای شناسایی کردن نشانه‌گرهای زیستی این بیماری ابداع کردند که می‌توان از آن برای تکمیل کردن روش‌های تشخیصی موجود استفاده کرد.